كثر الإيذاء من أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم. أذيت وآزار أهل مكة نسبة برسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم أفزايش يافت. خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. از این رو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رهسپار طائف شدند. لعل النبي صلى الله عليه وسلم يجد هناك من ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويعينه على تبليغ هذا الدين. به این امید که اونجا کسانی رو بیابند که دعوت ایشون رو اجابت بکنند یا ایشون رو در ابلاغ دعوتش یاری برسونند. اخذا بالاسباب. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این کار رو و این سفر رو از جهت استفاده از اسباب انجام دادند. توکل علی الله. و البته توکلشون بر الله متعال بود. لا يشك النبي صلى الله عليه وسلم في ان الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شک نداشت که الله متعال این دین رو یاری میرساند. لكن اهل الطائف لم يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. اما اهل طائف از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خوبی استقبال نکردند. اون بزرگوار رو نپذیرفتند. اون بزرگوار رو اذیت کردند. ارسل السفهاء والصبيان ورموا النبي صلی الله علیه و آله. افراد سبکسر و کودکان و خردسالان رو به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند تا جایی که اون بزرگوار رو با سنگ زدند. بلکه هذا الوقت اشد ما لقي النبي صلی الله علیه و سلم من الاذى. بلکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اون موقعیت شدیدترین اذیت و آزار رو متحمل شدند. نعم، ف جاء جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام. جبريل عليه السلام نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد. و معه ملك الجبال. و فرشته کوها با ایشون همراه بود. و قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين يعني يهلكهم يطبق عليهم جبلين حتى يموت كل من في مكه. به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیشنهاد داد و گفت که اگر شما بخواهید این دو کوه رو بر سر اینها خراب میکنم و اونها رو در بین این دو کوه هلاک میکنم. لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم. اما رسول خدا علیه السلام به این راضی نشدند. لانه النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالخير. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همواره به رخدادهای خوب خوشبین بودند. یقین بالله سبحانه و تعالی. به الله متعال یقین داشتند. صبر علیه الصلاه والسلام. و رسول خدا علیه الصلاه والسلام بر این سختی ها صبر نمودند. حتی دخل الناس في دين الله افواج. تا اینکه مردم گروه گروه در دین اسلام وارد بشن و وارد شدند. حصل كذلك التعذيب والاضطهاد على من امن بالنبي صلی الله علیه و سلم. این اذیت و آزار درباره پیروان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز روی داد. فامرهم بالخروج الى الحبشه. اینجا بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم بهشون دستور داد و اجازه فرمود که به حبشه هجرت بکنند. فكانت الهجره الاولى والهجره الثانيه من الصحابه رضي الله عليهم الى الحبشه والله اعلم. و هجرت به حبشه در دو مرحله، هجرت اول و هجرت دوم، به انجام رسید.